السلام علیکم و بازم با چینل ما خوش آمدین امیدوارستم جور صحت سرحال باشین عزیزای دل امروز میخوایم طرز آماده کردن و اموار کردن خمیر من واشک باشم ما شریک کنم امیدوارستم تا با ما امرا باشین اما لطفا در ابتدا چینل ما سبسکرایب کنین زنگوله رو فشار بتین و نظریاتان همچنان با ما شیر بسازین دوستا شما رو بیشتر منتظر نمیمانم میریم خمیر خود آماده میکنیم فقط به دو عدد تخم یک قاشق نمک و مقداری از آب ضرورت داریم همه مواد خوب به شکل مخلوط می سازیم تا زردی و سفیدی تخم کاملا یک دست شود کاملا با هم خوب مخلوط شوه بعدا آرده اضافه میکنیم به خاطر آماده کردن خمیر آشک منتو و حتی میتونیم به خاطر ای خانم مزه رقم خمیر استفاده کنیم فقط به تخم و نمک ضرورت داریم و ما به خاطر از اینکه خمیر کم صافتر و خوبتر بیاید سی قاشق نشایسته جواری هم استفاده می کنم اگر شما دوست داشتین استفاده کنین اگر نه از مواد اصلی و ضروری نیست اما خمیر صافتر و خوبتر میشه. شه بعدا 400 گرام آرد ساده انبالش اضافه کردیم حالا به ای شکل خوب مخلوط می سازم وقتی که آرد کاملا تر شد بعدا توسط دست خمیر مشت می زنم. خمیر باید نسبتا سخت باشه. چون با آردمان نشایسته مخطوط است از او خاطر کمی وقت میگیره و کمی باید به دقت مشت بزنیم تا نشسته در بینارد به شکل کلوله و جامد باقی نبانه خوب باید مشت بزنیم تا کاملا همراه خمیر یک دست شوه تقریبا در دقیقه خمیره به این شکل مشت میزنیم ببینین دوستای زیز کاملا در تصویر معلوم میشه که سختی خمیر باید به با کدام اندازه باشه خمیر آماده شد سرش می پوشانیم به مدت نیم ساعت میگذاریم تا استراحت کنه بعد از نیم ساعت دوستای عزیز خمیر ما روی سطح میز قرار میتم و به خاطر اموار کردن خمیر از نشسته جواری استفاده میکنم نشسته جواری واقعا در انوار کردن خمیر بسیار کمک میکنه و آدم خسته نمیکنه بسیار براحتی و آسانی میتونی خمیر به هر اندازی که دوست داشته باشی بسیار سادگی و راحتی هموار بسازی اول خمیره به پنج زغال متوسط به شکل تقسیم میکنم زغاله ها را منظم میکنم در گوشه می مانم و سرشمی پوشانم تا خشک نشه دوست عزیز زغاله ها را کنار گذاشتیم حالا بنابت گرفته و خمیره توسط آشگز اموار میسازیم قسم که گفتم از نشایسته جواری استفاده میکنم به اندازه کافین نشایسته روی خمیر میپاشم به این شکل خمیره توسط آشگز اموار میسازیم به اندازه یک نان متوسط وقتی که به این اندازه شد دوستای عزیز ام خمیره در یک گوشه میمانیم و دوباره رویش به اندازه کافی نشایسته میپاشیم و تمام قسمتش خوب با نش... نشایسته میپوشانیم و به می ترتیب میریم طرف زغال دومی او به مشکل شکل که زغال اولی را البته هموار کردیم به مشکل شکل ای زغال را هم هموار میکنیم و در جریان هموار کردن از نشایسته استفاده می کنیم قسم که گفتم نشایسته به راحتی می تانه شما را کمک کنه و اصلا دموار کردن خمیر خسته نمیشین زغالی بدیرم البته خمیر بدیرم کموار کردیم بالای خمیر اولی قرار میتیم روی زورم با نشسته خوب می پوشانیم و میریم طرف زغاله های بعدی و می ترتیب تمام زغاله ها را هموار کرده و بالا یکی دیگه قرار میتیم و در وسط شان و روی کاملا و اندازه کافی باید نشسته بپاشانیم تا با یکی دیگه نچسبن به میشکل شکل ادامه می تیم دوستای عزیز تا در پنج زغاله کاملا آماده شوه ما به خاطر اموار کردن خمیر گوشی فیل و خمیر قتلما همچنان از نشاسته استفاده میکنم واقعا کارم بسیار راحت و آسان میشه در وقت بسیار کم میتونم ما کار بیشتر انجام بدم یه هم زغاله آخری هم بالش قرار میتیم و بعد از اینکه زغاله ها کاملا وار شد به این شکل هر پنجش دوباره میگیریم و بازم رویش با نشسته میپوشانیم اول توسط دست کمی فشار میتیم تا هر پنج خمیر باید دیگه برابر شوه بعدم به به شکل توسط آشگز با بار دوم خمیر هموار می سازیم و به اون خاطر ما گفتم دوست که باید به اندازه کافی روی خمیر نشسته بپاشانیم تا دی وقتی که خمیره می به دور دو یا دوباره انوار کنیم در جریان انوار کردن با یک دیگر نچسبه و این شکل بسیار راحتی خمیر بسیار نازک و خوب هموار میشه و اصلا با یک دیگر نمیچسبه و حتی وقت کم میگیره بیشتر وقت مامزای نمیشه و خسته هم نمیشیم به می شکل ادامه می دیم تا وقتی که خمیر کاملا هموار رو نازک شوه می دوستای عزیز خمیر دیگه کاملا هموار شده مال توسط سری چینک به اندازه از خمیر جدا می سازم یک قالبم هم داشتم اما نسبتا نسبتا خورد بود مخواستم که خمیره کم کلانتر قطع کنم به مخاطر از سری چینک استفاده کردم به می خمیره قطع می سازیم ببینین دوستای عزیز کاملا مثل خمیره بازاری که در افغانستان خمیر آشک و منتو در بازار فروخته میشه کاملا به مو شکل خمیر ما نازک و بسیار خوب آماده شده و باز وقتی که خمیره قطع کردیم میتانیم خمیره در پلاستیک بپیچانیم در فریزر بانیم حتی به مدت یک ماه میتانیم در فریزر نگهداری کنیم و ازش استفاده کنیم ببینین دوستای عزیز اما خمیرای که در افغانستان مخصوص آشک و منتو فروخته میشه کاملا به مو شکل و بسیار ساده و بسیار طریقه راحت که اصلا نه وقت میشه و نه خسته میشین با وجود که همه ام ما میفهمیم کار سختترین کار داشت بزی میامار کردن خمیر است اما به شکل اگر هم کنین مطمئن استم کارتان بسیار ساده و راحت میشه حال خمیر ما داخل پلاستیک میپیچانم و در یخچال نگه میکنم هر وقت که خواستم خمیرم تیار آماده در یخچال است میتونم استفاده کنم ازش هم به خاطر آشک و هم به خاطر منتو امیدوارستم شما هم از ویدیو لذت برده باشین و مستفید شده باشین تا بادی خداوند حافظ همه شما هموتنهای عزیز